بندر پورت کراس، دریای مدیترانه در جنوب فرانسه. با جو هرملین، زیستشناس دریایی، در برنامه سخنی از زمین. من برای دنیای زیر آب ساخته شدم. دریای مدیترانه را در دوره‌ای که در جزیره کورس تمرین غواصی می‌کردم کشف کردم. شیفته این دریای زلال، آرام و خارق‌العاده شدم. این خوششانسی به من روی کرد که زیستشناس دریایی بشوم و در تمام دوران کارم همیشه در حال غواصی بودم. در طول این سالها تغییرات تدریجی در همه جا به تغییرات بزرگتر تبدیل شده است. اولین نشانه تغییر در منطقه ما ورود ماهی در این قسمت شمالی مدیترانه بود. اینجا آب خیلی سرد است و ماهی ها معمولاً از نواحی جنوبی می آیند. ما قبل از افزایش کلی دما متوجه افزایش تعداد ماهی ها شده بودیم. به عنوان مثال ماهی گرمسیری که هرگز در شمال مدیترانه وجود نداشته است از اواخر دهه 90 به اینجا آمد و شروع به تولید مثل کرد. دلیلش این است که این ماهی گرمسیری برای بازیافت نیروی تولید مثل خود باید تابستانها را در آبی با دمای ویژه سپری کند. در موقع غواصی می‌بینیم سبزی روی همه صخره‌های کف دریا را پوشانده. یک نوع جلبک که به خاویار سبز معروف است. این یک گونه شناخته شده است که معمولاً در استرالیا پیدا می‌شود، اما حالا بخشی از پوشش طبیعی این ناحیه است. این یک مشکل جهانی است. جهانی شدن بعضی از گونه ها که سفر می کنند و پوشش طبیعی غالب یک منطقه می شوند. Et un collègue à lui, au Levant, a remonté des spécimens de 10 kilos. Ouf, ماهی کتر یکی از انواع ماهی های بومی بندر پورت کروس در جنوب فرانسه است. ساحلی طویل که ما را احاطه کرده است. جایی که ما غواصی می کنیم. حالا این ماهی ها همه جا را پر کردند. البته این گونه مهاجمی نیست. بعضی از گونه ها بعد از ورود به یک محیط در آن ادغام می شوند. دریای مدیترانه دریای مهربانی است. نه تنها با انسان ها بلکه پذیرای موجودات آبزی نیز هست. من به خودم می قبولانم که چیزی در این دریا برای همیشه جا خوش نکرده یا از آن سوء استفاده نمی کند. هیچ چیز آن زیر ثابت نیست. مثل خود زندگی. گونه ها به طور طبیعی تکامل پیدا می کنند و در کنار آن با تأثیراتی که بشر در زندگی آنها دارد نیز تغییر و تکامل پیدا می کنند.